انزو فراری، پدر اتومبیل‌های فراری، 70 سال پیش در چنین روزی اولین اتومبیل مسابقه‌ای خود را به جهانیان معرفی کرد. خودرویی که در تمامی جهان به سرعت، قدرت موتور و زیبایی شهرت دارد. گزارشی در این باره. انزو فراری در چنین روزی در سال 1947 در مارانلوی ایتالیا اولین اتومبیل خود فراری 125S را به جهان معرفی کرد. اتومبیلی با مارک اسبی در حال جهش که به یک نام بین المللی تبدیل شد و بارها برنده مسابقات اتومبیل رانی مانند فرمول 1 بود. When I was my 23 years as a CEO and chairman. در 23 سالی که من رئیس فراری بودم، فکر می‌کردم با بردن 5 مسابقه بین‌المللی اتومبیل رانی یکی پس از دیگری و بردن جوایز بسیار دیگر، روح انزو فراری شاده. او خوشحال خواهد بود ببیند شرکتی که البته اکنون تغییر کرده و آینده نگر است، فرهنگ و ویژگی فراری را حفظ کرده است، عاملی که بسیار اهمیت دارد. بازار اتومبیل‌های فراری هنوز پر رونق است، نه تنها برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی، بلکه برای کسانی که آن را در خیابان‌ها می‌رانند یا مدل‌های مختلف این خودروی بسیار لوکس را جمع‌آوری می‌کنند. اگر کسی فراری می‌خرد، خواستار چیزی یکتا و بی‌همتاست و یکی از خصوصیات عمده فراری موسیقی موتور آن است. 72 سالگرد این اتومبیل با معرفی یک سری خودروهای سفارشی که با الهام از مدل‌های مشهور اولیه ساخته شده همراه است. فراری قصد دارد امسال 8400 اتومبیل و تا 2 سال دیگر 9000 اتومبیل به بازار عرضه کند.